قصه با آدم و حوا شروع بود. کسانی که به شیطان گوش داد به جا خدا، ایشون سرپیچی شد که رابطه خدا و انسان از بین رو. ایشون اولین کسانی هستند که با گناه خود مرگ به وجود شد. ایشو سعی شد که با تاق درختان شرمساری خود پنهان بکنند، ولی خدا ای پوشش راضی نه. ولی خدا به جوش با پوست حیوان به ایشون پوشاند. خدا با دست خودی برای پوشیدن شرمساری اولین حیوان قربانی کرد. آدم و حوا دو تا چوک شو هسته، قابیل و قابیل. قابیل میوونی که خودی کاشتشه به خدا تقدیمی که، ولی قابیل یه حیوان قربانی که، قربانی خون. قابیل خیلی ناراحت هسته. خدا به قابیلی گفت بچه ناراحتی؟ اگه شما خوب رفتار نکنی، گناه به در خونه تو عتیتو تمایل خوب به شما نشون ندید. حسادت قابیل باعث بود که به قابیل بکشه تو بخش بزرگی از بشریت به تاریکی بکشوند. صدها سال بعد شرارت و گناه بشته بود و خدایی گفت که هیچ کس لیاقت زندگی روی زمینی نید به جز نوح و خانواده ای. خدا به نوح خواست تا یک کشتی بسازد، یک کشتی گپ، تا یک پیغامی اعلام بکند. داوری خدا نزدیکن و تنها یه راه برای فرار از عذاب و دریافت رحمت خدا وجودی هست، کشتی. مردم به نوح شخندی و مسخره شکر. بارون از آسمان شروع به بارشی که و هو از دل زمین فواره ای که، در حالی که مردم آماده نه هستن. سیل همه آدمان و حیوانونی کشت و زمین به خاطر گناهاشون از بین رو. فقط نوح و خانواده ای و حیوانانی که تو کشتی هستن نجات پیدا شد که. بعد ابراهیم هون بب ایمان، خدا به ابراهیم دستور داد که چوک خو برای قربانی به کوه بود. ابراهیم از این فرمان خدا پریشان است، ولی از خدا اطاعتی که او ایمان خو در عمل ثابتی که او فرزند خو به کوه موریای بود. ولی همون یه لحظه که خواست فرزند خو قربانی بکن، خدا به این متوقفی که، و خدا حیوانی جای فرزندی نهادی، حیوانی آماده ای که جایگزینی که او جان چوک خوی خری، خون در مقابل خون و زندگی در مقابل زندگی. 400 سال گذشت و خدا به موسی به نجات مردم اسرائیل از مصر فرستاد. فرعون شاه مصر خوشی نهوند و خدا با نازل کردن 10 بلا مجازاتی کرد. به خاطر گناه آخریش خدا فرشته مرگی فرستاد تا چوک نویستی هر خونش رو بکشد، مگه کسانی که قربانی کردن بره بیشان امر بوده. و خون قربانی رو سردر خونهانشان بریزن. اگر فرشته خونی دیده، ادونستی که چوکانه خونه و قربانی بازخرید بودن. یهودی یا مصری، برده یا غیر برده، اگر فرمان خدا اطاعت کنن، فرزندشان نجات پیدا کند. اگر نه، آشو پیشگویان موسی به حقیقتی پیوست و گریک و شیون از خونهانی بلند بود که رحمت و بخشش خدا با قربانی نکردن رد شو کرده. بعد موسی تورات به مردمی داد که خدا توش راهانی برای بخشش گناهان آدمی تعیینی کرده. گناهکار حیوان قربانی پی کاهنی بود، دست خو به این نشان رو حیوانی نها که گناه و شرمساریشو به حیوان منتقل بود. یه حیوان قربانی بود، خون ریخته بود و گناهان هم بخشیده بود. داوود پیغمبر و پیامبران از کتاب موسی پیروی شده، ولی تو شک هستن که واقعا خون حیوان اتون که گناهان آدم پاک بکند، و یا ای که نشونه و نمادی به آینده هسته. داوود هندن یه پادشاه یا منجی پیشگویی که ای نسل داوود که با اقتدار حکمرانی کند، ولی آدم خاکی و مهربانه. منجی بیگناه، کامل، پاک و معصومن. عذاب کشت و عمد
و لایق قربانی بوده نبود، به بزرگترین قربانی تبدیل بود. عیسی تو آخر به دنیا هم، چون که هیچ کس اتاقی بیه نهستیشه، به دهتی باکره، تولدی پاک، خانواده سلطنتی ولی فقیر، نسل پادشاه داوود. چوپانان فقیر و ثروتمندان آگاه مشرق زمین به احترام نوزاد هندن و شهادت شده که واقعا یا همون کسی هم که خدا وعده ای داده، منجی عالم بشریت. عیسی محبت، راستی، صلح و تواضع وزنی که عیسی نجار فروتن ولی فیلسوفی بزرگ است. ها ریاکارون مذهبی خشمگینی کرده، کسونی که به تشریفات مذهبی بیشتر اهمیت شده تا محبت خدا، ولی یه محبوب فقیران، فروتنان، توبکاران و گناهکاران هسته. به کر، کور، افلیج و مریضان روانی شفایی دا، ای حتی مردان هم زنده ای که مردی بی خانمان معلمی شگفت‌انگیز، مردی انقلابی که با عاشقان خدا به اهدای بهترین زندگی دعوت کن. عیسی حتی به خدا پدر صدایی زد و با آدمی نشونی داد که خدا به مثل یه باب به شما دوستی ها. خدا خواستی که با آدم به مثل چوکان خود ارتباطی بود، ولی یه مشکلی هسته که انسان هنوز گناهکاره ولی خدا مقدس. گناه با حضرت آدم شروع بود و با آدمان از خدا دوری که و منجی ادونستی که برای بازگشت آدم به طرف خدا چه چیزی لازم هست. یوحنا درباره عیسی ایتو پیشبینی کردن، بگینی عیسی بره خدا، کسی که گناهان دنیا پاک کند. عیسی منجی هن، انتخاب شده، کسی که به بزرگترین قربانی تبدیل بود، هیچ وقت گناهی نکرد، مقدس، پاک، کامل و شایسته یه بود که بهای گناهان خمون بپردازد. بیگناهی که به خاطر گناهان ما مبادله بود، مقدسی که به جای گناهکاران عوض بود. یک کار به باب خواه انجام میداد، خونبهای گناه آدمی برای نجاتشان ای بردگی شیطان و به دست آوردن چیزی که حضرت آدم دستی داده، یه رابطه عالی و خدا. عیسی به خواست خدا یعنی ببی به صلیب کشیده بود. خدا به عیسی فرستاده تا نوشتمان پیامبران محقق بود. عیسی در اطاعت از خدا تبدیل به بره ای بود که گناه جهانیان بشورد، گناهان مه و تو، ولی یه اونجا متوقف نبود. سه روز بعد خدا به عیسی مسیح از مرگ زنده ای که همونطور که به ایمان آورندگان وعده ای داده که دوباره زنده ابن تا به زندگی ابدی برسند. بعدیه عیسی به پیروان خدا وعده ای داد دوباره برگردد، ولی یه دفعه به عنوان قاضی و پادشاه برگردد. منجی هدیه خدا به آدم که به خاطر گناهاشو نمردن و از خدا دور نابن و با پذیرفتن قربانی عیسی منجی اتونن به رابطه کامل خود و خدا برگردن. ولی مثل هر هدیه دیگه تا نتو پذیرفتن متعلق به شما نند.